به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. توجه کنید و چند رویداد کوتاه خبری که تازه به دست ما قرار گرفت. یک ملای مسجد به اتهام تجاوز جنسی بعد دختر 13 ساله بازداشت شد. روزنامه دان پاکستان گزارش داد که یک ملای مسجد به اتهام تجاوز جنسی به دختر 13 ساله در شهر رنالا در شرق پنجاب دستگیر شده است. این دختر در مدرسه علمیه شهرک اعظم رنالا قرآن کریم آموزش میدید و معاینات پزشکی تایید کرده است که 7 ماه باردار است. بر اساس گزارش روزنامه ایدان، این ملای مسجد حدود 7 ماه پیش به این شاگردش تجاوز و سپس او را تهدید کرده بود که سکوت کند. با این حال چند پیش مادر این دختر با مشاهده تغییرات در وضعیت دخترش مشکوک شد و پس از تحقیقات دخترش موضوع تجاوز را فاش کرد. در گزارش روزنامه دان آمده است که معاینه پزشکی تایید کرده است که این دختر 7 ماه باردار است. در پی افشای این موضوع پلیس وارد عمل شد و ملای مظنون که به ملتان گریخته بود توسط پلیس شهر رنالا پیدا و بازداشت شد. در پاکستان و افغانستان شمار زیادی از خانواده ها فرزندانشان از جمله دختران خردسال را برای فراگیری آموزش های مذهبی به مساجد و مدارس دینی میفرستند. در پی اعدام یک افغان در ایران، برادر او به افغانستان انترنشنال گفت که سفارت طالبان در تهران وعده داده بود که برادرش اعدام نمی شود بلکه به افغانستان منتقل خواهد شد. جمهوری اسلامی اخیراً عبدالله تاجک زندانی افغان را به اتهام قاچاق مواد مخدر اعدام کرد. سازمان حقوق بشر ایران روز جمعه اعلام کرد که جمهوری اسلامی 5 زندانی از جمله عبدالله تاجک را اعلام کرده است. با گفته این سازمان، عبدالله تاجک به اتهام مرتبط با مواد مخدر در زندان قزل حصار کرج اعدام شد. روح الله امیدی، برادر عبدالله تاجک، در مصاحبه به افغانستان انترنشنال گفت که برادرش حدود 4.5 سال قبل به اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت شد. او اتهام برادرش را رد کرد و گفت که جمهوری اسلامی 100 میلیارد تومان برای وثیقه خواست، ما نتوانستیم آماده کنیم. با گفته حمیدی، برادرش به وکیل شخصی دسترسی نداشته است و دولت ایران یک فرد مورد نظر خود را برای پیگیری پرونده او تعیین کرده بود. حمیدی می افزاید که پس از رجوع به سفارت طالبان در تهران برایش گفته شد که به مرجع زیرب مکتوب فرستادن تا برادرش به یکی از زندانهای افغانستان منتقل شود. اما حمیدی می گوید که مقامات جمهوری اسلامی و طالبان پشت پرده مذاکره کرده و به نتیجه نرسیدن و جمهوری اسلامی این تصمیم را گرفت که برادرم را اعدام کند. با گفته حمیدی، ایران گفته بود که طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد. حمیدی میگوید هیچ مرجعی در ایران و مشکلات مهاجران رسیدگی نمی‌کند و از صدای آنها شنیده نمی‌شود. جبهه مقاومت ملی از موضع کانادا درباره این جبهه استقبال کرد. مسئول روابط خارجی جبهه مقاومت گفته این جبهه متحد به ساختن یک افغانستان دموکراتیک است. نماینده کانادا برای افغانستان پیشتر گفته بود که کشورش از پیام سیاسی جبهه مقاومت ملی حمایت می کند. علی میثم نظری، مسئول روابط خارجی جبهه مقاومت ملی، روز دوشنبه در اکس نوشت جبهه مقاومت ملی افغانستان متعهد به ساختن یک افغانستان دموکراتیک و متکثر برای شهروندانش است و حمایت دوستان مانند کانادا برای این ماموریت حیاتی است. سی بی سی نیوز روز یکشنبه به نقل از دیوید اسپرول، نماینده ویژه کانادا برای افغانستان، گزارش داد که کانادا از پیام‌های سیاسی جبهه مقاومت ملی افغانستان حمایت می‌کند اما نمی‌تواند کسی را به اقدام نظامی علیه طالبان تشویق کند. و در پایان خبر فوری و ناگوار از کابل که تازه به ما رسید. منابع محلی در کابل می‌گویند که طالبان یک جوان را به دلیل فیلم برداری از یک حادثه ترافیکی بازداشت کردن. این جوان رحیم ایدری نام دارد و هفته گذشته در کابل بازداشت شده است. منابع میگویند این جوان کارمند اداره زراعت طالبان در ولسوالی قره‌باغ کابل است. بر اساس اطلاعات منبع، این جوان اصالتاً باشنده ولایت پنجشیر است. مسئولان امنیتی طالبان در کابل تاکنون در این مورد اظهار نظر نکردند. طالبان و شهروندان اجازه فیلم برداری و عکس گرفتن از انفجارها و رویدادهای امنیتی را نمیدهند، اما این اولین بار است که بازداشت یک فرد به دلیل فیلم برداری از یک حادثه ترافیکی گزارش می شود. تشکر از توجهتان، تا بعد، بدرود.